فوق ستاره هایی که نخواستند ریالی شوند. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. ریال مادرید در طول سالهای گذشته همیشه در جذب بازیکن موفق نبوده و نتوانسته است با بازیکن سرشناس هر دوره قرارداد امضا کند. ریال مادرید یکی از باشگاه های بزرگ و قدرتمند در امضای قرارداد با بازیکنان است. این تیم همیشه به دنبال جذب ستاره های جهان فوتبال است و توانست در اوایل قرن 21 کهکشانی ها را بسازد. با این حال همیشه نتوانسته است با بازیکن مورد نظرش به توافق برسد و در برخی موارد در این امر ناکام مانده است. سایت آیس اسپانیا در این رابطه به مهمترین قراردادهای از دست رفته مادرید پرداخته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. استیون جرارد. فلورنتینو پرز در دو مرحله تلاش کرد با بازیکن سابق لیورپول قرارداد امضا کند. جرارد در این رابطه اظهار کرد: نمیدانم روز پشیمان شوم یا نه، اما اگر به این تیم میپیوستم بیشتر پشیمان میشدم. هاوک انگلیسی ابتدا میتوانست در اکتبر 2004 با مادرید قرارداد امضا کند. سپس دوباره باشگاه اسپانیایی در سال 2010 برای این انتقال تلاش کرد اما بی‌نتیجه ماند. فرانچسکو توتی. اسطوره باشگاه روم در یک مصاحبه درباره دلیل رد پیشنهاد ریال مادرید صحبت کرد. مهاجم سابق ایتالیایی در این رابطه اظهار کرد: خیلی به این پیشنهاد فکر کردم، اما خانواده هم، همسرم و دوستانم به من فهماندند که باید در روم بمانم. توتی همچنین اعلام کرد تنها تیمی که ممکن بود به خاطرش روم را ترک کند مادرید بود. لوئیس سوارز. کارلو آنجلوتی از سال 2013 تا 2015 سرمربی مادرید بود. او اجازه نداد باشگاه با مهاجم اوروگوئه قرارداد امضا کند، چون تصور میکرد کریم بنزما زوج بهتر برای کریستیانو رونالدو در خط حمله خواهد بود. پاول پوگبا. علاقه بازیکن فرانسوی برای پیوستن به تیم زیندن زیدان کاملا آشکار بود و در طول تابستان این موضوع دیده میشد. سرمربی فرانسوی هم بیش از همه دوست داشت با پوگبا قرارداد امضا کند. مادرید با وجود اصرار زیدان نتوانست با بازیکن منچستر یونایتد قرارداد امضا کند. کسی نمیداند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. پاتریک ویرا. بازیکن فرانسوی در مصاحبه با مجله سوفوت گفت: تنها از امضا نکردن قرارداد با ریال مادرید پشیمان شدم. تنها دلیلی که ویرا نتوانست با مادرید به توافق برسد بد رفتاری بود که مکلیلی پیش از آن در تیم اسپانیایی تجربه کرده بود. مارکو رویس. یکی دیگر از بازیکنانی که مادرید چند بار به دنبال جذبش بود رویس آلمانی بود. چند تابستان این بازیکن به عنوان خرید احتمالی بزرگ باشگاه یاد میشد. در نهایت رویس در تیم محبوبش به فوتبال خود ادامه داد. نیمار. مهاجم برزیلی در تابستان نزدیک به امضای قرارداد با ریال مادرید بود. با این حال ناصرالخلیفی رقم را پیشنهاد داد که مورد قبول پرس قرار نگرفت. در نهایت نیمار در تابستان خسته کننده در پاریس سن ژرمن ماند. آندره گومز. پس از عملکرد درخشان هافبک پرتغالی در والنسیا، دو تیم ریال مادرید و بارسلونا به دنبال امضای قرارداد با این بازیکن بودند. هر دو باشگاه تلاش کردند اما در نهایت آبیانالی ها موفق به جذب گومز شدند. مارکو وراتی. مدیر برنامه وراتی درباره شایع جدایی این بازیکن از پاریس سن ژرمن گفت: وراتی میخواهد عناوین بیشتر کسب کند تا پول بیشتر. داوید دخیا. در رابطه با دروازه‌بان اسپانیایی همه داستان فکس را به یاد دارد. باشگاه منچستر یونایتد قرارداد را دیر فرستاد و مادرید نتوانست نام دخیا را در لالیگا بنویسد. تمام آن تابستان در مورد انتقال احتمالی دروازه‌بان یونایتد به مادرید صحبت میشد. سرخیو اگویرو. مهاجم آرژانتینی پس از دیدار منچستر سیتی و ریال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا به رسانه‌ها گفت: اگر مادرید واقعا به من علاقه می داشت، اکنون در این تیم بودم. در آخرین فصل حضور اگویرو در اتلتیکو مادرید، رسانه‌های ملی مدعی شدند بازیکن آرژانتینی می‌خواهد به ریال مادرید برود، اما اختلاف میان خیلمارین و پرس باعث شد این اتفاق رخ ندهد. پابلو آیمار. فرناندو مارتین آلوارز که تنها دو رئیس باشگاه مادرید محسوب می‌شد، در نخستین نشست خود گفت: می‌خواهم با هر بازیکنی که خواهانش هستیم قرارداد امضا کنم. پول موجب نخواهد شد، قرارداد به امضا نرسد. آلوارز میدانست یکی از اهداف اصلی باشگاه امضای قرارداد با هافبک آرژانتینی است. با وجود مذاکرات آیمار در والنسیا ماند. داوید سیلوا. نام سیلوا در سال 2010 زمانی که در تیم والنسیا درخشید بر سر زبانها افتاد. مادرید میخواست با هافبک اسپانیایی قرارداد امضا کند، اما سیتی موفق به انجام این کار شد. سیلوا میخواست از اسپانیا خارج شود. او در این رابطه اظهار کرد: از امضا نکردن با مادرید پشیمان نیستم. با باشگاه پیوستم که از بهترین های اروپا محسوب می شود و عناوین را فتح می کند. روبرت لواندوفسکی. نشریه بیلد آلمان اعلام کرد ریال مادرید برای جذب مهاجم لهستانی در سالهای 2013، 2015 و 2018 تلاش کرد. در هر سه موقعیت بایر مونیخ اجازه نداد این جابجایی اتفاق بیفتد. نخستین بار که مادرید برای این انتقال نزدیک شده بود به سال 2013 برمیگردد. لواندوفسکی در آن زمان برای دورتموند بازی می کرد، اما با بایر مونیخ به توافق رسیده بود. دو تلاش دیگر باشگاه مادریدی با مخالفت شدید بایر مونیخ روبرو شد و تیم آلمانی دیگر اجازه نداد سفیدپوشان با مهاجم لهستانی مذاکره کنند.
تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. حالا نگهدار.